هنوز از میان دیوارهایش عشق میتراود. شما صرفاً چشمهات بازدید نمیکنه، با قلبت به بازدید اون چیزی که در اطراف هست و تک تک خشتهای این خانه میری. هنوز رنگ و بوی از هویت را بر سابقه غنی این شهر به نمایش میگذارد. بنا در سال 1260 هجری شمسی ساخته شده در دوران گذار و یا دوران انتقال. تاقها، درها، پنجره ها، دیوارها و حوض آبی لاجوردی، این همان خانه ایست که حاج حسین ملک سالها پیش وقف هنر کرد. از دو قسمت اندرونی و بیرونی تشکیل می شده که الان در حال حاضر فقط فضای بیرونی رو ما در اختیار داریم. این بنا تا سال 1357 مورد استفاده مسکونی قرار می گرفته، ولی بعد از اون به شدت تخریب میشه تا سال 1377 که توسط میراث فرهنگی مورد مرمت و ترمیم و بازسازی قرار میگیره و به شماره 2115 به ثبت آثار ملی میرسه. اینجا پناه طبع لطیف و ظرافت دستان هنرمندان است. به طوری که ما نزدیک 16 تا رشته هنری رو اینجا گردآوری کردیم. میشه گفت فعالیت‌های عمده اینجا خلق اثر و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و همچنین آموزش به هنرجویان و هنرمندانی که مایل هستند که این هنرها رو آموزش ببینن. و هدف این مجموعه احیا و حفظ هنر سنتی هستش که انجام میده. خلاقیت های جوان ها هم خیلی برای من جذاب بود. خیلی خوشم اومد. من اولین بار بود که از این موزه دیدن میکنم. مرمیه این دم و فرهای من. اگر اهل هنر باشی و گذرت به مشهد بیفتد، خانه ملک همه روزه میزبان توست.